سلام، تو این ویدیو میخوام در مورد رشد موهای زائد صورت خانوما صحبت بکنم. خواهم گفت که چی به صورتتون بزنین، خصوصا بعد از اصلاح، که رشد موی زائد کم بشه یا حتی قطع بشه. در مورد علتهاش صحبت خواهم کرد که چیا باعثش میشه، چه نکات تغذیه رعایت بشه و کلی موارد دیگه که قطعا به سلامت و زیبایی شما کمک خواهد کرد. اول اینو بدونیم که این رشد زیاد از حد موی زائد تو صورت خانوما یا همین موهایی که تک توک در میاد، یکی از علتهاش به هم خوردن هورمون‌های زنان است و خب طبیعتاً چی باعثش میشه؟ یکی از مهمترین دلایلش تغذیه ناسالمه، غذاهایی که میخوریم. متاسفانه این 50 سال اخیر اتفاق بیشتر افتاده که سیستم هورمونی خانوما رو به هم میزنه. مثل چی که نباید بخوریم؟ مثل خوردن بیش از حد مرغ‌های پرورشی. این مرغ با اون مرغ بومی اصیل که نژادش حفظ شده فرق کرده. تغذیه این مرغ محصولات تراریخته و مواد ناسالم عموماً، و خب اینا تأثیر میذاره، بدن واکنش میده، هورموناش میتونه به هم بریزه. خوردن غذایی که حاوی مواد شیمیایی و نگهدارنده هستن، اینا همه در مرور زمان سیستم هورمونی هم خانم و هم آقایون رو به هم میزنه. و همینطور خوردن روغن‌هایی که اکثرا تراریخته هستن یا مشکلات دیگه اسید چرب ترانس بالا دارن، مثل روغن پالم، مثل روغن ذرت تراریخته، روغن کلوزای تراریخته، روغن کانولا و موارد دیگه که همه‌شون یه مشکلاتی دارن و بهتره به جاش روغن‌های سالم مصرف بکنین. اینها تاثیرات منفیش غیر قابل انکاره. خوردن بیش از حد قند و شکر صنعتی تأثیر منفیش رو میذاره. و همینطور انواع رنگ دهنده های شیمیایی، رنگدان های شیمیایی، انواع طعم دهنده ها و اسانس های شیمیایی که بدن اینها رو نمیشناسه، برای جذبش دچار مشکل میشه و تعادل هورمونی خصوصا خانوما رو خیلی سریعتر به هم میزنه. دیگه تناقض صنعتی خودتون بیشتر آشنا هستین، انواع اسمارتیز و نوشابه ها و پفک، خصوصا اسنک هایی که اینا هم به خاطر ذرت تراریخته که داره، هم طعم دهنده و نگهدارنده هاش نمیتونه به عنوان یک محصول سالم و مفید اسم ببریم. و همینطور بیش از حد عصبی شدن، به هم خوردن سیستم هورمونی شما با عصبانیت های آنی، با استرس ها، با خودخوری ها، با درون ریزی ها تشدید میشه. حواستون به این مورد باشه اگر میخواین که به طور طبیعی و ریشه این قضیه رو کنترل بکنید. پس این غذاها که خودش باعث ایجاد یا تشدید این مشکل رشد زیاد موی زائد یا در آمدن در واقع موهای زبرتر و زخیمتر در صورت خانم ها میشه. و حالا علاوه بر رعایت کردن اینها، باید با یه سری خوراکی ها هورمون های خانم ها رو به یک تعادل و به یک کیفیت بالا برسونیم. گل سرسبد این توصیه ها رازیانه است که به بادیان هم معروفه. چطور بخوریم؟ یا عرق رازیانه رو یا دم کرده رازیانه، یا قاشق توی یه لیوان بذارین دم بکشه و نوش جان بکنین، هر روز مصرف بکنید به مدت 40 شب تا 120 شب. خانومایی که مشکلات هورمونی دارن این توصیه رو داشته باشن و نتیجهش فوق العاده عالی و بهتره که این ترکیب، یعنی این عرق رازیانه یا دم کرده رازیانه، با عسل شیرین بشه، اثر بخشیش رو خیلی خیلی بالاتر میبره. پس این نکته خیلی مهم. فقط رازیانه نکته داره که خانومایی که کیست سینه دارن و مشکلات تومور و مشابهش رو دارن، بهتره که پرهیز بکنن و سراغش نرن. همچنین تو خود ایام ماهیانه و دوران قاعدگی بهتره که از رازیانه تو اون چند روز استفاده نشه، خصوصا اگه خونریزی میزانش زیاد هست. ضمن این که حتی این رازیانه میتونید رو غذاهاتون هم به عنوان ادویه بریزین. و جالبه که ما از قدیم حتی نانی داشتیم به نام نان زنان که مخصوص این رازیانه رو روی نون میریختن و برای خانم ها بیشتر استفاده میشد. پس این مورد اول. مورد بعدی خوردن شیر بادامه که توی ویدیو کامل دستورش توضیح دادم، خوردن هر روزش کمک میکنه به شما. و همینطور خوردن غذاهایی که با طبع و مزاج شما سازگاره. نمیخوام بگم همش غذاهای گرم مصرف بکنیم، ولی چون اکثر خانوم ها مزاجشون به سمت سردی رفته، خوردن غذاهای با طبع گرم بهشون سازگارتره، که قبلا توضیح دادم، مگر افرادی که باز خیلی گرمن باز متناسب با مزاجشون دقت نظر داشته باشن. ولی بدونید که گرم شدن غذاها به گرم شدن و فعالتر شدن تخمدان و عملکرد بهتر هورمونی شما کمک میکنه، به استثنای مواردی خانمایی که خیلی بیش از حد گرمن، اونا باز قضیهش
فرق میکنه. بعد اصلاحات مزاجی دیگه داشته باشن که بحث مزاج شناسی اشاره کردیم. خوردن هر روز شربت عسل به فعالتر شدن و تنظیم هورمونای خانوما خیلی کمک میکنه. افرادی که سردی خیلی زیادی ندارن میتونن کمی لیمو ترش هم بهش، آب لیمو ترش هم بهش اضافه بکنن. این اصلاح تغذیه و خصوصا خوردن رازیانه باعث میشه که موهای شما از ریشه از درون نازکتر و بورتر بشه، کم رنگتر بشه. ولی از سمت بیرون بعد چه کار بکنیم؟ خوب گوش بدین، خیلی نکته مهمیه. هر وقت اصلاح کردین، مو رو کندین، خصوصا موهای زائده که زخیم‌تر و درشت‌تر هستن، وقتی کندین به جاش سرکه بمالین، سرکه طبیعی. سرکه سفید منظورم نیست، سرکه که از میوه درست میشه، اسید استیک که بازاری منظورم نیست، تاکید میکنم. اون سرکه طبیعی، حالا سرکه انگور، سرکه سیب، سرکه خرما، سرکه گلابی، هر چی بود، سرکه میوه باشه، این رو بمالین بهش. و اگه خواستین اثر بخشیش و دوزش قوی‌تر و موثرتر بشه، کمی پودر خشخاش. خشخاش همونی که از قدیم رو نون سنگک می‌ریختن، می‌گفتن نون خشخاشی، که شبیه کنجد و سیادون و بقیه موارد مشابهشه. این خشخاش رو اگه دسترسی داشتین قشنگ پودرش بکنین و تو این سرکتون بریزین و خوب همش بزنین و این سرکه ترکیب شده با خشخاش رو به منطقه اصلاحتون بمالین. هر سری که اصلاح کردین کار رو تکرار بکنین و انجام بدین. اثر بخشش خیلی عالیه. تو بعضی موارد اصلا ممکنه دیگه در نیاد اون موی زائد قبلی. و این نکته هم بگم، البته موی زائد در حد کمش برای صورت خانم‌ها در حد کمش اشکال نداره، طبیعیه. اما وقتی بیشتر از یه حدی میشه و یه مقدار تیره‌تر میشه، رشدش بیشتر میشه یا موهای زخیم‌تر در میاد، بالاخره باید فکر جدی براش کرد که این نکاتی که عرض کردم خیال شما راحت خواهد کرد اگه درست انجام بدید. موارد متعدد داشتیم با خوردن همین رازیانه، گام اول موهای صورتشون نازک‌تر و کم رنگ‌تر شده و گام دوم باز برای بحث اصلاحش خیلی تونسته کمک بکنه. امیدوارم برای شما تجربه موثری باشه. تو کامنت ها برام بنویسین اگه تجربه تو این قضیه داشتین که بقیه اعضا هم ازش استفاده بکنن. در مورد خود بحث اصلاح موهای زائد، یعنی سایر نقاط بدن، توی ویدیو کامل‌تر صحبت کردم که حالا مثلا چه روش‌هایی درسته، چه روش‌های غلطه، این وکس و لیزر کردن عوارض داره یا نه و تیغ زدن و شیف کردن، نکاتی گفتم که اون ویدیو رو توصیه می‌کنم ببینید. ولی این صحبت ویدیوی من بیشتر در مورد بحث صورت و موهای زائدی که اذیت می‌کنه بود. یه کتاب خیلی خوبم معرفی بکنم، کتاب جداول کلیدی مزاج شناسی و مصلحات غذایی، کتاب خوب و دقیق و کاربردیه و خیلی به عنوان یک دستیار پختن غذا در انتخاب غذا کمک میکنه شما رو که تعادل مزاجی رو بتونین رعایت بکنین. لینک این کتاب که در سایت دکتر پاکو منتشر شده رو براتون دیسکریپشن قرار میدم. یه چنل خوب هم خواستم برای خانم ها معرفی بکنم، چنل سلامت و زیبایی، راهکارهای عالی کاربردی و مؤثر برای زیباتر شدن شما بدون مواد شیمی رو آورده. انواع ماسکا و لوسینا و ترکیبای مختلف برای ریزش مو، برای رنگ موی طبیعی حتی بدون مواد شیمیایی، برای اونایی که موهاشون سفیده میخوان رنگ زیبایی پیدا بکنه راهکار داده که واقعا تجربه شده، من چک کردم اثر بخش بوده. لینک این چنل بسیار عالی رو هم تو دیسکریپشن براتون قرار میدم. یه چنل هم جدیدن خودم افتتاح کردم به عنوان چنل ژنتیک و اصالت، که توش مباحث مقدار متفاوت‌تر و خاص‌تر رو در رابطه بحث اصالت‌ها و نژادها و بحث ژنتیک صحبت خواهم کرد که پیوندهایی هم میخوره با مباحث تاریخی و فرهنگی. و از این بابت دوست داشتم که یه چنل متفاوتی و مستقلی براش داشته باشم که امیدوارم که اگر دوست داشتین اونجا هم من رو دنبال بکنین. لینک این چنل رو هم دیسکریپشن براتون قرار میدم. خیلی ممنون از همراهیتون، امیدوارم که همیشه شاد و سالم و سرحال و پر انرژی و با نشاط باشین. خدا نگهدار شما.